الا یا اهل العالم انا الامام القائم من همونی ام که قرار بود بیا. الا یا اهل العالم انا الصمصام المنتقم من اون شمشیر انتقام کشندم. الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلو اجشانا من همون کسیم که جدم حسینه، همون حسینی که او را به شهادت رساندن در حالی که لب تشنه بود. الا یا اهل العالم ان جدی الحسین ترهوه اریانا من فرزند همان حسینی هستم که پیکر مطهرش را اریان بر روی خاک گذاشتند و رفتند. یا اهل العالم ان جدی الحسین سحقوه عدوانا آگاه باشید ای جهانیان که جد من حسین را از روی کینه توزی پای و مال کردند. اصلا میبینید آقا صاحب الزمان خودشو به امام حسین معرفی میکنه. یعنی چی؟ یعنی بدونید یکی از روشهای نزدیک کردن ظهور معرفی امام حسین به کل دنیاست. چرا؟ تابلوی حسین ابن علی میره بالا، همه حسین رو میشناسن. اینجاست که آقا صاحب الزمان عجل الله وقتی تشریف میارن میگه او حسین رو دیدید؟ من منتقمش. شما این راهپیمای اربعین رو عادی نبینید، اصلا عادی نبینید، چون اصلا عادی نیست. هیچیش با قواعدی که ما دیدیم تو زندگی دور برمون نمیاد. اصلا که انهو به یک بار جامعه ظهور دوباره شکل میگیره. اصلا آقا شنیدی تو ظهور پس از ظهور امام زمان مردم دست میکنن جیب هم پول ور میدارن، هیچکی به هیچکی کار نداره، هر کی هرچی داره میگه عزیزم بیا مال تو. ها شنیدید اینا رو؟ هر کس ز گوشه ای آمده اما شبیه یک دیگری. دور از نژاد و رنگ و زبان گویا همه ز یک مادری. جاییه که ما بدونی که غذا برای خودمون برداریم، بدونی که حتی جایی رو پیش بینی کرده باشیم، را میافتیم میریم. نه به آب فکر میکنه، نه به غذا فکر میکنه، نه به استراحتگاه فکر میکنه، چون همه آقا دیدی چی جوری دیگه منت آدم میگه جان طرف گریه میکنه، عشق میریزه، میگه آقا نمیتونم غذا بخوام، ناراحت عشق میریزه. جالبه آقا تموم میشه اربعین، خونه طرف خوابیدی خب میگه عزیزم یا پول بده یا خوشو برو. اصلا انگار یه پرده ای رو میکشن دوباره میندازن. ای زلف خون فشان تو هم لیلت زل برام وقت نماز شب شده سعبر به امام حسین عرضه کرد یا ابن رسول الله فدایت شوم مرا از معنای آیه شریفه و الشمس و ضحاها و القمر اذا طلاها و النهار اذا جلاها مطلع فرما. حضرت فرمود مراد از شمس رسول الله است. پرسیدم فدایت شوم منظور از آیه شریفه و القمر اذا طلاها چیست؟ فرمود منظور از ماه علی ابن ابی طالب است. عرض کردم مقصود از آیه شریفه و نهار ازا جلاها به روز چون آن را روشن سازد. فرمود مقصود از آن صاحب الزمان است که زمین را پر از پست و عدل می کند.